سلام جمعه 14 آذر 93 5 دسامبر 2014 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم اما قبل از پرداختن به موضوعات امروزمون اجازه میخوام این رو عرض کنم که درس دوم از سلسله درس های مقاومت مدنی که توسط مؤسسه دانا ترتیب داده شده رو من روی صفحه فیسبوک قرار دادم در دو قسمت که در این درس دوم به لزوم برنامه ریزی در مقاومت مدنی پرداخته میشه و اینکه یک مبارزه است و لزوم برنامه ریزی استراتژیک در اون احساس میشه و اینکه چگونه باید هدف گذاری کرد و چگونه در واقع به سراغ چکلیست مبارزات مدنی باید رفت. برای کسانی که علاقه هستند آگهی کلاس ها هم گذاشته شده و درس ها رو میتونن دنبال کنن. ضمن اینکه تلویزیون ایران فردا هم این سلسله درس ها و همینطور درس های آقای مهندس شریعت مداری رو هم پخش میکنه و روی سایت مؤسسه دانا هم هست اگر سوالاتی هم داشته باشید هم از طریق مؤسسه دانا هم از طریق فیسبوک خود من میتونید بپرسید و در این خصوص توضیحاتی اگر لازم باشه خدمتتون ارائه با. اما موضوع اول اینکه خانه آزادی فریدم هاوس گزارشی از وضعیت اینترنت در جهان رو منتشر کرده که کماکان ایران در صدر لیست کشورهایی قرار داره که ایجاد محدودیت برای اینترنت میکنن روسیه و ترکیه هم دو کشوری هستند که وضعشون نسبت به سال قبل و گزارش قبلی بدتر شده علی تبرزدی پسر حشمت الله تبرزدی زندانی سیاسی با سابقه و مبارزه قدیمی که از فعالین حقوق حیوانات هست هم بازداشت شده گویا قرار بوده تجمعی برگزار بشه که مامورین امنیتی به منزل علی تبرزدی حمله کردند و او رو دستگیر کرد مجید مقدم فعال مدنی هم چهارشنبه در منزل پدریش بازداشت شده و تا اینجا اطلاعی از او در دست نیست محمد رضا جوششان هم دوشنبه صبح به منزلش هجوم بردن او رو دستگیر کردند او از فعالان مذهبی است که هوادار آیت الله شیرازی است و فعلا که روال برخورد و پرونده سازی برای مقلدین آقای شیرازی دارند ایجاد میکنند آقای جوششان مشکل دیابت و مرض قند رو هم داره که با توجه به بیخبری از وضعیتش نگرانی در مورد او بالا گرفته آقای جیسون رضایان خبرنگار واشنگتن پست هم روزنامه واشینگتن پست اعلام کرد از قول خانوادش که شست روز دیگه قرار بازداشت او تمدید شده سی کارگر کارخانه لوله و ماشینسازی ایران هم اخراج شدن مشکل این است که کارخانه چهل میلیارد تومن از وزارت نیرو طلبکاره ولی هنوز نتونست اون رو وصول کنه بازنشستگان شرکت نساجی مازندران هم که چند سالی است دائما وعده میشنوند بارها تجمع داشتند باز دوباره خلف وعده و طولانی شدن وصول و مطالبات چون در جلوی فرمانداری در استان مازندران تجمع داشتند اما وقتی که فرماندار دیدن نیست از ساعت 11 صبح در خیابانهای ساری شروع به حرکت و شعار دادن کرد موضوع دوم این که آقای سردار اسماعیل قاعانی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه صحبت های بسیار تندی کرده بدون ذکر اسم حملاتی به دولت روحانی کرده در واقع خط و نشون کشیده گفته اجازه نمیدیم کسی در داخل بازی در بیاره و به امریکا هم حمله کرده گفته مشتی پس فدرت و دروغگو امریکایی ها هستند و دست به تهدید زده سهام نیوز گزارشی رو چندی پیش داده بود که در همین جا مطرح کردیم که چگونه در از داخل اطلاعات سپاه و قوه قضاییه علیه دولت روحانی توطعه می کنند و تعداد نماینده مجلس وزیر اطلاعات رو ازش سوال کرده بودند که بیاد توضیح به دراجه به خانه های امنی که درست شده علیه روحانی ولی ظاهرا با دستور مستقیم بیت رهبری این سوال به همراه پرونده و غیره دفن شد و قرار شده که هیچ چیزی راجبش گفته نشه آقای مرتزوی هم به گفته یه وکیل کارگران شاکی از لیست صد نماینده ای که به اونها پول داده حق حساب داده داره سو استفاده میکنه که فشار بیاره رو قوه قضایی برای مطرح نشدن پرونده ها اگرچه خود مجلس گزارش های بسیار طولانی در خصوص سوء های آقای مرتزوی تاکنون منتشر کرد احمد سالک نماینده دیگر مجلس هم برای پیروان و مقلدین آقای شیرازی آیت الله شیرازی خط و نشون کشیده گفته یک فتنه بزرگ علیه مرجعیت و روحانیت داره شکل میگیره روال پرونده سازی در جمهوری اسلامی معمولا همینگونه بوده آقای روحانی هم که بستان گلستان سفر کرده در اونجا مطرح کرده که قانون اساسی بعد از یه مقداری تعریف که کرده ولی گفته قانون اساسی ناقصه و اصلاحاتی باید در اون صورت بگیره آقای روحانی البته نگفته کجاهای قانون اساسی باید تغییر بکنه موضوع سوم اینکه رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر خبر داده از اینکه در هشت منطقه تهران آزمایش صورت گرفته و آب آشامیدنی مردم آلوده است موضوعی که وزارت بهداشت سعی میکنه تکذیب کنه اما ظاهرا جای تکذیب نداره رودخانه زایندرود هم که یک ماه فقط آب درش جریان داشت و اسباب چشم روشنی و خوشحالی مردم اصفهان بود دوباره خشک و تعطیل شد و در واقع آب را از های صد بستند معاون وزیر بهداشت هم عنوان کرده که هفتاد و هشت درصد مردم تغذیه مناسب ندارند یعنی استانداردی که حداقل مواد غذایی رو شامل میشه به اونها نمیرسه آقای زنگنه وزیر نفت هم فرمودند که تحریم نفتی اگر لغو نشه هیچ تحریم دیگری انگار لغو نشده که این اتفاق نیفتاده و احتمالا کار سختتر هم خواهد شد موضوع چهارم اینکه افغانستان نگران اخراج 760 هزار افغانی است که ویزای اونها تمدید نشده و گویا یک هیئت از دولت افغانستان راهی تهرانه جمهوری اسلامی از دولت آقای اشرف خانی احمدزی ناراضی است و ظاهرا این موضوع به روابط دو کشور سرایت کرده اما موضوع آخر این که کنوانسیون منع ازدواج کودکان رو که از طریق سازمان ملل تصویب شده ایران امضا نکرده و گفته ما 16 سال سن ازدواجمون و در واقع گزارش های زیادی هست که حتی سنین پایین تر از این هم در ایران وادار به ازدواج شدن به خصوص دخترهای معصوم و کودکان زیر 18 سال اما کشورهای دیگری مثل سودان و از این قبیل کشورها هم این کنوانسیون رو نپذیرفتند دندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی